آقا فرجامه؟ بله بله، میخوایم باش حرف بزنیم؟ نه نمیخوام حرف بزنم، فقط بگو زود بیاد. باشه حتما. بس آقا فرجام میگن که زود بیاین شما. باشه خداحافظ. عطیه خانم گفتن که شما منتظر بشینین، زودی میان دنبالتون. شهین جون ببخشید اگه باز بیقراری کرد صدام کنین. باشه جانم. خانم دکتر غم آخرتون باشه، تو خدا هر کاری از دستمون برمی اومد بگید انجام بدیم. باشه ممنون. امیدوارم از این به بعد خبرهای خوب ازتون بشنویم خانم دکتر. شما لطف داری. به امید خدا کی برمیگردی سر کار؟ فردا صبح. اینم میخوای گزارش بدی؟ متوجه منظورتون نمیشم خانم دکتر. حرف پیچیده ای نزدم، گفتم اگه میخوای گزارش بدی لطف کن بگو من فردا صبح اول وقت سر کارم حاضرم. گزارش؟ کدوم گزارش؟ ظاهرا سوء تفاهم شده. اگه تو گزارش ندادی بس منم الان حرفی نزدم. خیلی لطف کردی اومدی. گفتن دکتر عاطفه امروز نمیاد. امروز مراسم سوم پدرشون آقای مرزبان. نمیدونستین؟ اینقدر همه چی به هم ریخته است روزا رو گم کردم. مراسم کجاست؟ منزلشون. میتونم مهربانون رو ببینم یا هنوز ممنوعه؟ ببینید بیمارتون هوشیاری نداره، میتونید ببینیدش، ولی این فقط خودتون رو ناراحت میکنه. فقط یه خواهش دارم، تا ساعت ملاقات تموم نشده برید، چون بعد از اون جریان پاکت دیگه بیمارستان صلاح نمیدونه که خارج از وقت کسی به غیر از پرسنل تو بخش باشه. پاکت؟ خانم دکتر فرجام به شما نگفته؟ چیو؟ خب حتما این روزا خیلی درگیر مراسم پدرشون بوده. منم ترجیح میدم از خودشون بشنوه. مادر بزرگم حالش بهتر میشه؟ شرایطشون خیلی خوب نیست، ولی هیچ وقت نباید ناامید شد. ما همه تلاشمونو میکنیم. براشون دعا کن. این صدای قلب شماست. میشنوی؟ میگم قلب آدمو جای مهر و محبت. برای شما همینطوره؟ چطور تونستین همه این سالا به هم دروغ بگین؟ از بچگی فکر میکردم چرا خانواده من شبیه بقیه نیست؟ نبود پدر و مادری که به محبت کنه. حالا میفهمم همه این سالا داشتم جای خالی بهرام رو براتون پر میکردم. مهربانو تیمسار میگفت اسمت شبیه خودته. مهربانو محبتی که این همه به من دروغ بگی. چرا مادر بزرگ؟ چرا تو من تیمسار میترسیدی؟ دلم میخواست کاری از دستم برمیومد، ولی حیف. برحال اگه فکر کردیم میتونم کمکیت کنم از من خبرم کن. میدونی که من همیشه منتظر تماتف. لطف دارین آقای اشراق، ولی خوب میدونی که من هیچ وقت از تو کمک نمیخوام. برحال ممنون. کجا داری میری ایرج جان؟ شام پیش ما بمون. ممنون عطیه خانم،
کمی کار دارم، با اجازتون. پس چرا تو باهاش نمیری؟ من میمونم پیش تو یه کمی به سر وضع خونه برسم، باشه؟ بله مادر، اجازه بدین کمکتون کنه. بعد من چه ساعتی بیام دنبالت همسر عزیزم؟ خب اگه میخوای صبر میکنم تا کار تموم بشه. نه خیر، شما بفرمایید لطفا. هرچی شما بگید عاطفه خانم. فکر نمی کردم دیگه هیچ وقت هم دیگه رو ببینیم. سپنتا حالش با هم خورد. متاسفم، کمکی از من برمیان؟ نه، فقط میخواستم بگم یه معذرت خواهی بهت بده کارم. دیگه مهم نیست، به خاطر خانوادت متاسفم. اگه بیشتر مراقب بودم یا سرعتم کمتر بود شاید این اتفاق نمی افتاد. الان تو پیش خانوادت بودی، منم همینطور. جلوی تقدیر رو نمیشه گرفت. مهربانو بهتره، براش دعا میکنم. خداحافظ. آقای مرزبان، منو میبخشی؟ چیزی برای بخشیدن وجود نداره. ممنون. خداحافظ. خداحافظ. خانم پارسا، ممنون به خاطر دوربین. هیچ وقت فرصت نشد تشکر کنم. قابلی نداشت. خداحافظ. سلام، تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه نمیدونی امروز چه روزیه؟ برای همین اومدم، میخواستم تسلیت بگم. دست درد نکنه، خیلی ممنون. حالا دیگه برو، بعد حرف بزنیم. بابا تو عجب آدم سمجی هستی پولاد. تو رو خدا قبل از اینکه خواهرم برسه از اینجا برو، اگه ببینتت خیلی عصبانی میشه. ولی من باید توضیح بدم. قسم میخورم وقتی من رفتم تو اتاق پدرت همونطوری نشسته بود. باور کن. ببین، من همه این چیزا رو میدونم، ولی عاطفه نمیتونه به این راحتی بپذیره. احتیاج به زمان داره. قبول کن وقتی رسیده من از دستش عصبانی بودم، اما وقتی رفت تو اتاق دیگه ندیدمش. تا اینکه ببین، همه این چیزا رو گفتم. من روزا خواب ندارم. من بعد برای دکتر عاطفه توضیح بدم. اون به مادر بزرگی من کمک کرده. من نمیخوام اون فکر کنه. من هیچ فکری نمیکنم. من با چشای خودم دیدم تو خیلی خونسرد کنار جنازه بابام نشسته بودی. اجازه بده توضیح بدم. همه چی روشنه، هیچی برای توضیح وجود نداره. من از پدر شما یه سوال داشتم، خواستم باش حرف بزنم. گفتن این حرفای تکراری چه فایده‌ای داره؟ من که به پلیس چیزی نگفتم. چی از جون ما میخوایی دیگه؟ برو. میخوام حرفم رو باور کنی. این عکس رو ببین. پدر تو درباره خانواده من یه اطلاعاتی داشت که اینقدر عصبانیش کنی که قلبش از کار بیفته.
از وقتی پاتو گذاشتی تو زندگی ما همه چیز ریخته به هم. عاطفه جان بذار حرفام بزنم. اون از وضع کارمی که به خاطر خنجر جنبالی باید دم به دقیقه برم حراست، تو مراسم بابام تو خونه خودم سینجیم بشم. خنجر من؟ بله، اینم از وضع خونوادم. لااقل اجازه بدی من تعریف کنم چه اتفاقی افتاده. دیگه چه اتفاقی میخوای بیفته؟ پدرم مرده، بدتر از این. ای وای آقا بهرام، شما این چه عجب، این طرف ها خیلی خوش اومدی. خانم کجان؟ تو بیمارستان بودی، اونجا هم به من گفتی بهرام. بفرمایین بشینید. میدونید مهربانو خانم توی این مدت خیلی نگرانتون بودن، البته جناب تیمسار هم همینطور، ولی خب میدونین که ایشون خیلی تو دارن و به زبون نمیارن. کاش خانمم با خودتون آورده بودین. بین خودمون بمونه، با اینکه مهربانو خانم خیلی علاقه ندارم با ایشون هم کلام بشن، ولی من خیلی دوستشون دارم. ماشاءالله یه پارچه جواهرن. ای وای چه دست گل قشنگی، دستتون درد نکنه، خجالت هم دادی. ولی چرا روبان مشکی؟ اتفاق بدی افتاده آقا بهرام؟ به خدا باور کنید من خیلی با فرجام حرف زدم، خیلی تو گوشش خوندم، ولی ببینم اینو. ما هم یکی از همین عکسای خانوادگیتون رو تو آلبوممون داریم، ولی این چرا ناقصه؟ تو خانواده منو میشناسی؟ و چه حرفا میزنیم بهرام خان، سر به سر هم میذاریم. پس میتونی بهم بگی؟ نمیفهمی مادرم مریضه، لابد بعد از بدنم نوبت اونه. اما من نمیشناسم. تو چی؟ فکر نمی کنی خیلی بیشتر از اون چه که باید از خانواده ما گرفتی؟ چی از جون ما میخوای؟ چرا دست از سرمون بر نمیداری؟ خانوم چه از این خونه بیرون؟ خانوم یه حرفا چیه که با آقا بهرام میزنید؟ هیچ ماما عطیه جون، الهی قربونتون برم، بریم یه گلدون پیدا کنیم. من این گلا حیفه بدون آب پج مرده میشن. بیاین قربونتون برم. بیاین پولاد جان، خواهش میکنم بذاری وقت دیگه. نه هیچ وقت دیگه، هیچ وقت نمیخوام ببینمت، فهمیدی؟ باور کن بابا، اون خیلی دوست داشت که من تو دوباره با هم باشم. آخرش چی؟ من اون مادر درست که تا زد زنده نیستی. خیلی افزون افزون گفت تصمیم داره با طرف دارم، همون روز آخرم به هم زنی زد، خیلی مقلب گفت همین تلاششو میکنه برای که منو تو برگردم. مامان خوابی؟ آره خیلی خسته بود، شامشم به زور خورد. روز سختی بود. خسته نباشی. تو هم خواهر مهربون، یادته وقتی کوچولو بودیم مامان بابا میرفتن مهمونی تو ازم مراقبت میکردی؟ حالا امشب من میخوام ازت مراقبت کنم. اصلا از 7 سالگی در بز نشدی و شما از 5 سالگی. خود تو لوس نکن بابا. جون محمد بگو شام چی میخوری؟ میرزا قاسمی درست کنم؟ به نه بابا اصلا اشتها ندارم. دیه نشد دیگه،
مگه تو نمیدونی مهمترین وعده غذای شامه؟ تو درست بشو نیستی. راستی محمد، چیزی که میخواستی به بگی چی بود؟ چی مهمتر از این که تو عزیزترین خواهر دنیا؟ بسه، بگو. چی رو؟ خودت نزن به اون را، میدونی چی میگم. حالا همین امشب باید بگم؟ با این احوال خراب؟ محمد این رو میز بابا پیدا کردم، قلمش رو زمین افتاده بود، یعنی تا لحظه آخر دستش بوده بعد افتاده. به نظرم آخرین چیزی که بابا قبل از مرگش نوشته همین بوده. پس داشته با تلفن حرف میزده. تلفن؟ آره، عادتش وقتی با تلفن حرف میزد کاغذ زیر دستش رو خط خطی میکرد. راست میگی، یادمه. حالا میخوای بگی اینا معنایی داره؟ منم تو همین موندم عاطفه. پولاد میگفت بابا در مورد خانواده اون یه اطلاعاتی داره که اون ازشون خبر نداشته. مادر بزرگش بهش گفته بعد از تولدش پدر مادرش توی تصادف کشته شدن، ولی بعد عکس 3 سالگیش با پدرش بهش میده. خب چه ربطی به بابا داره؟ چرا مادر بزرگی خودش درست بر نوش توضیح نداده؟ انگار داشته همین چیزها رو میگفته که تو بیمارستان حالش به هم خورده. آخه چرا باید بهش دروغ میگفتن یا ازش خواهی میکردن؟ اینو ببین، میبینی پدرش چقدر شبیهش بوده؟ مامانتی هم امروز اونو با پدرش اشتباه گرفته بود. اسم پدرش بهرام بوده، مثل همین نوشته بابا. محمد تو چی میخوای بگی؟ نمیدونم عاطفه، ولی یه احساس بدی دارم. چرا آخرین چیزایی که تو ذهن بابا بوده در مورد خانواده پولاده؟ بابا چه رابطه با اینه داشته؟ ولی آخه بابا اون هیچ وقت نگفت چه رابطه با این خانواده داشته. حتی اون روزی که منو با خودش برد هتل، حتی وقتی کار مادر بزرگی به سیسیو کشید، یادت چقدر رفتارش عجیب شده بود؟ خب اصلا گیرم که بابا راجب خانواده اون پسری اطلاعاتی داشته. چه میدونم، حتما سالها پیش با هم دوست بودن. این اصلا چه اشکالی داره؟ پولاد میگه مادر بزرگش گفته فقط میرقلی از خانواده اون خبر داره، فقط اون میدونه کجان. سر همینم اون روز تو هتل حالش به هم خورده. سر همینم پولاد اصرار داشت بابا رو ببینه و به هر قیمتی که شده آدرس خونه رو پیدا کرد و اومد سراغ بابا. خب نمیدونم، حیرونم. برای همین ازت خواستم به پلیس چیزی نگی. من نمیفهمم چرا اگه پولاد گیر میافتاد، اگه معلوم میشد بابا اشتباهی کرده چی؟ نه بابا اشتباه نمی کرد هیچ وقت. ما نمیدونیم عاطفه، این اواخر رفتارش خیلی عجیب شده بود. خالی کردن حساب من، فرار کردنش از بیمارستان، اون سوالایی که راجع به ایرج می کرد، همش حس می کردم داره یه چیزی ازمون قایم می کنه. من دیگه واقعا قاطی کردم. ای طرف وضع کارخونه، ای طرف مامان. کارخونه دیگه چی شده؟ دیگه تموم شد، به هر دری زدم نشد. انگار با رفتن بابا همه چی رفت. باید اعلام ورشکستگی کنم. سلام. سلام.
سلام. سلام خانم دکتر، خوب هستین؟ چه عجب از این ورا. ببخشید آقای فرجام نیومدن هنوز، میخواین زنگ بزنم ببینم کی میرسن؟ نه اصلا میدونم نیست، نمیخوام به فهم من اومدم اینجا باشه. لطف کن با آقای زن تماس بگیر، بگو بیاد بالا. ممنون. چشم. الو. سلام آقای زن. چجوری میتونم دلخور نباشم؟ انگار من یه آدم غریبم، آخرین نفریم که میفهمم کارخونه داره تعطیل میشه. من که نمیتونستم به شما بگم، محمد آقای فرجام حتما نمیخواستن شما رو ناراحت کنن. حتما فکر میکردین هیچ کاری از دستم بر نمیاد. نه، موقعیت سختی خانم دکتر. گمون نمیکنم اگه این فکرم میکردین بیراه بود. در ضمن میدونم که اگر شما میدونستین حتما مشکلتون با چقدر حل میشه. حرف یه قرون دوزار نیست خانم دکتر، رقم خیلی سنگینه، هزینه های یه کارخونه است. فکر نکنین که با یه وام از بیمارستان و اینجور. جدا؟ فکر کنم این یکمی از مشکلاتتون رو حل کنه. عرض کردم خدمتتون خانم. بازش کنین لطفا. خانم دکتر این همه پول از به من اعتماد کنین آقای زن. میدونین محمد عمرشو برای این کارخونه گذاشته، خیلی وقت سر فروش اینجا با بابا دعوا کرده. شما را این برادرای خودش میدونه، مسئله تعطیلی کارخونه براش اصلا مسئله کوچیکی نیست. دلم نمیخواد همه زحمتش به باد بره. چرا این چکو به خودش نمیدین؟ میدونین چرا خوشحال میشه اگر بفهمه که شما؟ اون نباید بدونه من این چکو دادم. ولی خانم آقای زند، این تنها شرط، یعنی تنها شرط و خواهش منه. آخه ازم نمیپرسه که این همه پولو یه دفعه از کجا آوردم؟ خب بهش بگین وام گرفتین یا یه چیز دیگه. من نمیتونم دروغ بگم خانم دکتر، یعنی لااقل به محمد نمیتونم. میتونین بهش بگین از کسی قرض گرفتین، یکی که سرنوشت کارخونه براش مهمه، این دلش نمیخواد کسی اسمشو بدونه. نگران برگردوندن پولم نباشین، حتی میتونین 10 سال دیگه پولو پس بدین. اینجوری دروغم نگفتی نه؟ حلالم کن آقا برو، حلالم کن. من دو تا بچه صغیر دارم. دور از جون انگار خود توی. یه روز سرد پاییز بود، پدرت عاشق پاییز بود. مادرم چی؟ اونم شبیه پدرت بود. سوار ماشین شدن که برن. من گفتم دیگه هیچ وقت ندیدمشون. نه، گمونم با یه درخت تصادف کردم، از زیر قرآن ردشون کردم. کاسه آب و پشت سرشون خالی کردم. دایی تو فامیلا اونو به خاک سپردن. بهت نگفته بودم؟ نمیتونم بفهمم چرا نباید میدیدمش. شما همه
حالی زندگی شدیدی، بچگی، مدرسه، بزرگی، عروسی، حتی مردنش. وقتی میگین بهرام، چشماتون برق میزنه، ولی من هیچ تصویری ازش ندارم. پدر برای من چیزیه که از بقیه شنیدم، یاد هیچی نمیافت. سلام جناب مرزبان، دیشب راحت استراحت کردین؟ خانم مرزبان خوب هستن انشالله؟ بله مرزبان. خیلی عذر میخوام، اینو دیروز برای شما بله همین که با اون خانم تشریف بردیم. ببخشین شیفت شب ما تازه کاره، یادش رفته بود دیشب که برگشتین بهتون بدن. با اجازه. اینو کیو بود؟ یه آقای جوون. خدای من، خدای من.